جهان اسلام در سوگ امام خمینی. چه تاریخی است؟ یک شنبه 14 خرداد. جهان در سوگ اینه، یعنی همه داشتن میزدن تو سر خودشون. البته راست میگه، خیلی ها که منافعی داشتن در ایران داشتن فهم میکردن چه کار باید بکنن. ما دو شخصیت رو پیدا کردن، خامنه ای و، یعنی نه فقط در این روز پیدا کنن، از قبل زد و بندها شده بود برای به ثمر رسوندن این دو نفر در رأس حکومت. خب این هم وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام. امروز در مجلس خبرگان و توسط آیت الله مشکینی از مهرمون باز شد. اینم عکسشه. خب تاریخ 17 خرداد 68. آیت الله خامنه ای: راه ما راه امام است و در این راه با همه قدرت و قاطعیت حرکت خواهیم کرد. گزارش لحظه به لحظه از وداع فلان، مجلس ترحیم و میراث بزرگ خمینی، همه ارزش‌های اصول اساسی آن حفظ خواهد شد. این رو هم که خوندی، حالا جالب میشه براتون. سوگواری مردم در ماتم امام 17 خرداد. مجلس، یعنی وقتی میگه مجلس یعنی زد و بند رفسنجانی که اومد خامنه ای رو به رهبری رسوند. شخصیت ها و جمعیت ها با رهبر بیعت کردند، یعنی موسوی در اون جمع بوده، رفسنجانی بوده، همه اینا دستشون توی کاسه بوده. خامنه ای رو به رهبری میرسونن در مجلس که فیلمش هم بهتون نشون دادم و نگرانی که خامنه ای در چشماش دیده میشد و دیگه الان همه جا هم پخش شده. و از همین جا کشور ما به دو قسمت تقسیم میشه به دست شوروی اون زمان و آمریکا. بیعت عمومی با رهبر جدید جمهوری اسلامی. امام خدا حافظ، شب بخیر، مرسی از اینکه اومدی. این رو کشورهای اروپایی و آمریکا و تمام کشورهایی که خمینیزم رو به ایران آوردن میگن. خب مقام رهبری، یعنی اینو خامنه ای داریم. امام خمینی ودیعه خدا، حجت حق و نشانه عظمت الهی بود. پس از آنکه حضرت امام سمت جانشینی فرمانده کل قوا را به آقای رفسنجانی سپردن، خیال ما آسوده شد، چرا که ایشان بهترین فرد برای این مسئولیت هستند. مقام رهبری، اینو بذارین بزرگ کنم شما خوب بخونید. مقام رهبری در تایید حکم حضرت امام مبنی بر انتصاب حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی به جانشینی فرمانده کل قوا عنوان کردند. اینو خودتون خوب بخونید. تبانی که در کشور ما انجام میشه بین این دو نفر که هر کدوم به دو خانواده تقسیم میشن و بعد سیاست رو هم خدمتتون عرض میکنم که به کجا میره اگر وقت اجازه بده. پنجشنبه 18 خرداد 1368. خب اینم آخرین وصیتشه. اولین پیامی که خامنه ای به مردم میده و تمام قوا رو میدن دستش، نخست وزیر وقت موسوی قبولش میکنه، رئیس مجلس هاشمی رفسنجانی این رو به رهبری میرسونه، بقیه چند ده نفری که در مجلس خبرگان بودند با رأی 30-40% که اونجا بودن این رو، یا 50-60%، هر چند نفر بودن، 60-70%شون نمیدونم چه مقدار به این رأی میدن، ولی همه رأی ها داده شده بوده و بعضیا مصنوعی نشسته بودن ببینن چی میشه اگر رأی نمیخواست بیاره. اون چند نفرم بلند میشدن که بگن آقا یک آری و نهی هم بوده. ولی خب میرسیم به کجا؟ تاریخ چنده؟ 10 تیر
برای تحقق اهداف اسلامی باید مردم و مسئولان با هم یک دل و صمیمی باشند. خب اینجا رو من میخوام شما توجه بکنید. بلافاصله هاشمی رفسنجانی وارد شوروی میشه در اون زمان. تاریخ که یک بار دیگه میخونم، دهم تیر، گزارش رئیس مجلس به مردم درباره نتایج سفر به شوروی و گسترش روابط تهران و مسکو. خب بریم صفحه بعد. رؤوس برنامه همکاری های بلند مدت ایران و شوروی اعلام شد. تاریخ شنبه 30 خرداد 68. بذار من اینو بیارم جلوتر که خودتونم خوب بخونید قسمت های شما، چون نمیشه به تمام این متن، اگه بخوام تمام این قسمت هایی که اینجا نوشته در رابطه با سفر هاشمی رفسنجانی به شوروی رو بخونم وقت بیشتر احتیاج دارم، چرا که وقتم کمه و باید فقط سرخطا رو بهتون بگم که چه اتفاقی افتاد و این نتایجی که رو شما امروز دارید میبینید این ریشه داره در اون سالها. مذاکرات رئیس مجلس ایران یعنی هاشمی رفسنجانی با سران شوروی فردا آغاز می شود، دوشنبه 29 خرداد. در جریان سفر حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی به شوروی چند موافقتنامه همکاری و قرارداد فنی بین دو کشور به امضا خواهد رسید. منظورشون همین داستان‌های امروزی است که شماها دارید می‌بینید. خب تأکید رفسنجانی و گورباچوف بر گسترش مناسبات سیاسی اقتصادی ایران و شوروی. تاریخ چهارشنبه 31 خرداد 1368. گورباچوف: ما صریحاً به شما میگوییم که کشور ما احساس همبستگی با انقلاب ضد امپریالیسمی شما دارد. حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی تحولات جدید اتحاد شوروی که منجر به مبادله پیام بین رهبر انقلاب اسلامی و شما گردید، روابط دو کشور را وارد مرحله جدیدی کرده است و ما شرایط کنونی را جدی و واقعی ارزیابی میکنیم. حمل و نقل آبی بین ایران و شوروی 2 هفته دیگر آغاز می شود. حالا هنوز در رسانه ها در ایران هنوز مردم رو دارن دعوت می کنن به سر قبر آقا، ولی در بعد مسائل سیاسی خارج از کشور یعنی خارجی، در بعد سیاست خارجی اینها چگونه دارن زد و بند می کنن و هر کسی سهم خودش رو. حالا دلیل این که اینها بلافاصله میرن، این حاج آقا به قول معروف میره به شوروی، رو هم خدمتتون عرض میکنم. قرارداد همکاری های وسیع ایران و شوروی تا سال 2000 امضا شد. اینم عکس تاریخیشه. کمی بزرگتر کنم. رئیس مجلس شورای اسلامی و هیئت همراه صبح دیروز از ایستگاه فضایی ایشون فرض کن فضا ایشون منظورش از فضا شاید منظورش بهش باشه، واقع در 19 کیلومتری مسکو بازدید کردند و در پایان با تعدادی از فضانوردان شوروی یک عکس یادگاری گرفتند. منظورش اینه که همش میرن بهشت و برمیگردن فضانوردان، چون میگن بهشت در بالاست. رئیس مجلس پس از خداحافظی از گورباچوف عازم لنینگراد شد. خب رئیس مجلس شورای اسلامی: تا آنجایی که ما به خاطر داریم هیچ وقت در تاریخ چنین شرایط مساعدی برای همکاری‌های چند جانبه بین دو کشور به وجود نیامده است. گورباچوف: اینک دوران دیوارهای غیرقابل عبور مرزی سپری شده و مردم ما نسبت به سایر ملل گرایش شدیدی دارند. تاریخ خوندم براتون. اول تیر پنجشنبه
اول تیر 1368 روزنامه کیهان. این هم همین الان براتون خوندم. نه این دوم تیره. بذار اول تاریخو بهتون نشون بدم. سوم تیر 1368، گزارش دیدار و استقبال پرشور مردم مناطق مسلمان نشین شوروی از رئیس مجلس ایران حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی در محل برگزاری نماز جمعه در شهر باکو سخنرانی کرد. مردم باکو با اطلاع از سفر رئیس مجلس از طریق رادیو اردبیل مسافت زیادی را طی کرده و برای استقبال از هیئت ایرانی در طول مسیر صف کشیده بودند. اینم عکسیه که رادیو اردبیل این مردم رو به اونجا کشیده. عجبا. مردم شهر باکو به خاطر ارتحال حضرت امام خمینی سیاه پوش بودند. سیاهی نمیبینیم اینجا، همه سفیدن. و به زبان ترکی و فارسی به هیئت ایرانی تسلیت میگفتند. بسیاری از جوانان شهر باکو انگام سخنرانی هاشمی رفسنجانی از فرط هیجان و احساسات گریه میکردند و همین امر باعث شد تا سخنرانی رئیس جمهور، رئیس مجلس مدتی به تعویق بیفتد. رفسنجانی: قرار ما با آقای گورباچوف عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر شد و ما کلا سیاست ایشان را درباره اوضاع داخلی کشور شوروی تایید میکنیم. رئیس مجلس بر سر آنچه که پیش بینی شده بود به توافق کامل رسیدیم و آنچه که در دستور کار قرار داشت انجام شد. من اینا رو دارم بهتون نشون میدم خیلی سریع در شکل سیاسیش شما رو براتون توضیح بدم که چه گذشت. اینم عکس ازدواج بین آقای رفسنجانی است. ایشون هم عاقدن اینجاست. ایشون هم گورباچوفن. بله. چه دستی در نمیدونم حلقه دست کی دست کی کرده. دیگه از ما بهتران میدانند. جزئیات قرارداد 10 ساله ایران و شوروی در زمینه صنعت، انرژی، کشاورزی و حمل و نقل. تاریخ: یک شنبه 4 تیر ماه 68. ایران و شوروی تا سال 2000 میلادی در 15 محور کلی در قالب طرح‌هایی به ارزش بیش از 6 میلیارد دلار همکاری خواهند کرد. دو کشور برای تولید بیش از 7000 مگاوات برق توافق کردند. یعنی همین نیروگاهی که امروز دارید شما می‌بینید که هنوز آن افتاده میگن برق، اساس بحث از همین روز که دارم خدمتون عرض میکنم ریخته شد و پایه‌گذاری شد روابط. و براتون بازم توضیح میدم که چگونه است. گزارش رئیس مجلس به مردم از چگونگی انتخاب رهبر. اینم خوندم. بله اینو فهم میکنم خوندم. رهبر انقلاب: در برابر آمریکا و قدرت‌های زورگو نرمش نخواهیم داشت. یعنی خامنه‌ای میگه وقتی متوجه میشه که روس‌ها پروانه دادن که سفری به اونجا داشته باشن و بتونن زد و بند بکنن، بلافاصله صداش بلند میشه و هر چه داریم از این آمریکاست و این جور صحبت‌ها. تاریخ: اینم 10 تیر. خب تموم شد. بیام تو بی خسته نباشتم به شما میگم که طاقت آوردید و صحبت‌های منو گوش میدید. من یک بند خاطر وقت کوتاهی که دارم مجبورم توضیح بدم و حرف بزنم تا شما رو به یک نتیجه برسونم. این آغاز حضور حکومت اسلامی و قراردادهاش بود با شوروی اون زمان که نقش اصلی رو دو خانواده بازی کرد. خانواده رفسنجانی، وقتی میگم خانواده فقط خانواده یعنی زن و شوهر و بچه‌هاش نیستن، وقتی میگم خانواده یعنی یک تیم مافیایی که با رفسنجانی کار میکرد و یک تیم مافیایی که از همون اوائل وارد دستگاه رهبری شد به همراه خامنه‌ای و با اون کار کرد. هر دو اینها ترجیح دادن با روسیه یا شوروی اون زمان کار بکنن. چرا؟ به دلیل اینکه نفوذ داشتن، از طریق همین کیانوری‌ها زد و بندهایی شده بود از سالهای اولش و روابطی داشتن و اصولاً کسانی که لابیگر بودن در اون زمان در شوروی اون زمان خیلی چیپتر به قول این وریا و خیلی ارزونتر خریداری می شدن و می تونستن اطلاعات رو بدن، اطلاعات رو بگیرن، رابطه ها رو برقرار بکنن و خیلی خوب برای خمینیزم و یا حکومت اسلامی کار بکنن. این آغاز
سفر حکومت اسلامیزم و خمینیزم هست به شوروی اون زمان و به صورت خیلی آشکار دیگه آشکارانه میان و سعی میکنن که در نیروگاه های ایران رسوخ پیدا بکنن و کار به قول خودشون بغرسانی هست. همون زمان میگفتن بغرسانی. خب رفسنجانی میره و این کار رو انجام میده. خامنه ای رو به رهبری میرسونه. بدون حضور رفسنجانی خامنه ای به رهبری نمیرسید. فیلمشون هم براتون پخش کردم. تمام صحنه ها رو شما میتونید از حالت چشما و یا نگرانی که حتی در اون دوران بود که آیا اصلا مردم قبول میکنن، اینا رفتن تو 70 نفر نشستن تو یک مجلس، 70 هم در روز اول بودن، روز تعیین رهبری تعدادشون به مراتب کمتر بود، شاید 50 نفر بیشتر در اون مجلس نبودن، تصمیم گرفتن که یک ملت میبایست دارای چه نوع رهبری باشه. بسیاری فکر میکردن همش به خمینی ناسزا میگفتن، فحش میدن، آقا تو کی میمیری، چرا مثل دلفین شدی، چرا مثل عمرت مثل کلاغ شده. اما همیشه خدمتتون عرض کردم با مرگ بر خامنه ای و مرگ بر خمینی و مرگ بر نمیدونم این به جایی نمیرسید، بلکه حکومت اسلامی و قلب حکومت اسلامی رو باید نشونه بگیرید. یعنی خواسته های خودتون رو وقتی مطرح میکنید، آزادی، دموکراسی، سکولاریسم، قانون اساسی بر پایه حقوق بشر، حفظ تمامیت ارضی، برابری بین زن و مرد در قانون اساسی، این یعنی خواسته های شما نیزه ایست به قلب حکومت اسلامی که دیگه اشخاص رو لگدمال میکنه. کسانی که مثل موسوی، کروبی و تمام این دوم خردادی ها، اصلاح طلب ها و هر کسی که میگه آقا حالا کم کم، حالا نم نم، حالا گاماس گاماس، لیتل لیتل، پیانو پیانو، یه ذره یه ذره بریم تا شاید 100 سال دیگه ما بتونیم، مردم ایران بتونه، اصلا زن ایرانی بتونه حجابشو برداره. 100 سال دیگه وقتی دیگه آمریکایی رفتن به فرض تو فضا دارن زندگی میکنن، ایرانی ها تازه بتونن دیگه، اون موقع ما اتومبیل هم ندارن، بنزین هم ندارن، رو شتر برشون گردونن، 2000 سال بعد رو شتر و اسب و الاغ و اینها بتونن روسری رو از سرشون بردارن، چون دیگه هیچی برای ایران نمیمونه. اگر ایرانی باقی موند، اگر نقشه ایرانی باقی موند، اگر هویت ایرانی باقی موند، اگر اصلا ایرانی باقی موند، اینها این زد و بندها رو در اون سال انجام میدن، در سال 68، یعنی 21 سال پیش، و میان سرمایه گذاری میکنن در به صورت مشخص در ایران، روابط رو برقرار میکنن. وقتی که شوروی متلاشی میشه، این روابط رو نگه میدارن توسط همون لابیستایی که خدمتون عرض کردم، مثل مثلا امیر احمدین ها، تریتا پارسی ها و باند مافیایی که اینها دارن، که از طریق همون بانک هایی که خدمتون عرض کردم، از طریق سلاطین نفت و بانک هایی که اینجا سرمایه گذاری میکنن بهشون بودجه تعلق میگیره که به نفع شرکت های نفتی کار بکنن. در روسیه هم این چنین بوده و هست. وقتی که آمریکا با خبر میشه از این وضعیت و اروپایی ها که روسیه اومد مستقیما وارد ایران شد، به این فکر میافتن که یک کدام از این دو قدرت رو به سمت خودشون جذب بکنن. یکی از عللی هم که رفسنجانی میره واقعا وارد شوروی میشه به خاطر اینکه یک چشمکی هم به آمریکایی‌ها بزنه که آقا من ام فور سیل، به قول معروف من برای فروش حاضرم، درست این کارو کردم، ولی مبالغ بالا رو میتونم با شماها تقسیم بکنم. و وقتی که زد و بندها بعد از اینکه رفسنجانی برمیگرده، هنوزم رئیس مجلس هست، ما میبینیم که از دوران پایان میتونم بگم دهه 80 و اوایل سال 90، سرمایه های خانواده رفسنجانی به کشورهای اروپایی و همچنین به کشورهای کانادایی، به کشوری مثل کانادا و غیره، همچنین آمریکا سرازیر میشه. قراردادهایی که اروپایی ها میان با ایران با حکومت اسلامی ببندن توسط خانواده رفسنجانی که به صورت کور انجام شده تا به امروز و میلیاردها دلار از جیب مردم ایران رفته، به خاطر اینکه بتونن توازن رو برقرار بکنن، به خاطر اینکه شوروی سابق و روسیه امروز نتونه تمام ایران رو تسخیر بکنه. و بعد وقتی که قدرت رفسنجانی در اروپا و آمریکا بیشتر شد و خودش رو از روسیه کشید کنار، خانواده خامنه ای یا طرفداران عقیده خامنه ای یا خمینیز یا اسلام بنیادگرا
به صورت مشخص دیل خودشون رو با همین لابیستا و روسیه سابق، روسیه امروز و شوروی سابق نگه داشتن. اگر ببینید که اون دوران احمدی نژاد بلا فاصله که دست نشونده خود خامنه‌ای هست وارد روسیه میشه و بعد برمیگرده و چه دارم راجع به جون سال 2009 صحبت میکنم و چه حرکت هایی رو در ایران انجام میده که دنیا نظاره‌گر بود و خفه شده بود و هیچ کاری نمیکرد. چند صد نفر در کشور جان سپردند و دنیا خفه شد و هیچی نگفت. اسلحه هایی که از طرف روسیه و یا کشورهایی که وابسته مستقیم روسیه بودند به حکومت اسلامی داده شد برای سرکوب مردم ایران. ولی از همون اوایل این کشور ما به دو قسمت، به دو خانواده تقسیم شد. اروپا و آمریکا رفتن به دنبال خانواده رفسنجانی که با لابیست های آنچنانی هم در تماس هستن که خدمتون عرض کردم در همون اول کیا هستن، و بعد خانواده خامنه ای که با روسیه، چین، به طور کلی کشورهای کشورهای تیتیش مامانی که اعتقاداتی که رهبران حزب توده داشتن، مثل کیانوری، مثل چین، مثل روسیه، مثل کره شمالی، اون ارتباطات رو با لیستی که کیانوری ها در اختیار افراد در همون روزهای اول قرار داده بودن برقرار کردن، چون کیانوری ها اینها ارتباط مستقیم داشتند با شوروی اون زمان، همه رو میشناختن، از طریق اونها وارد ایران شده بودن که بتونن این کارها رو انجام بدن. لیست بلند بالایی از تمام لابیست هایی که میتونن ارتباط سیاسی نظامی با شوروی اون زمان برقرار بکنن به اینها داده شده بود. همچنین آمریکایی‌ها هم همین کارو کردن. وقتی ارتباط مستقیم با خانواده رفسنجانی برپا کردن، تونستن لابیست هایی رو هم از سالهای بسیار دور کار خودشون رو آغاز بکنن و فعالیت خودشون رو گسترش بدن. کسانی که در تورنتو کانادا زندگی کردن میتونن شاهد حرفای من باشن که اگر شما به سالهای 1989-90 به تورنتو کانادا میرفتید، در شمال شهر تورنتو واقعا شاید میتونستید مایل ها درایو بکنید و هیچ چیزی نبینید. شاید یک گس استیشن، ایستگاه گاز رسانی و بنزین زنی، پمپ بنزین بود، ولی تونستن سه شهر متفاوت رو اونجا با این پول ها بسازن. در ونکوور کانادا چه سرمایه هایی قرار گذاشته شد؟ در تورنتو، در انگلیس، در سوئیس، در سوئد، در نروژ، در هر کشور، در بلژیک، هر کشوری رو که آمریکا و اروپا رأی مثبت دادن به خانواده رفسنجانی، اومدن سرمایه گذاری کردن و به قول خودشون اعمال و انصارشون هم برداشتن آوردن. از همین رو هستش که شما میبینید ما اپوزیسیون اینجا هر روز ضعیف‌تر شد، بدون اینکه جامعه ایرانی اصلا متوجه بشه که چه شد. همه هم فکر میکنن که آقا نه، اروپا و آمریکا خیلی بده با حکومت اسلامی، خیر، این خانواده رو تغذیه میکنه. یک هزارم حرفایی رو که به فرض فائزه رفسنجانی تا به امروز زده، یه فرد عادی در خیابون میزد تیک پارش میکردند، اما این خانواده به دلیل اینکه دست داشت از آغاز حکومت و چه روند انتقال قدرت، چه به وجود آمدن رهبری در ایران و تقسیم قدرت به دو قسمت که اون خامنه‌ای بره به سمت کشورهای کمونیستی و اینها بیان به سمت کشورهای غربی که هر دو کل جهان رو داشته باشن، که احیانا اگر قسمتی از حکومت شکست خود قسمت دیگه‌ای بتونه هنوز جایگزین باشه، امثال همین موسوی، امثال همین کروبی، امثال همون کسانی که از ایران فرستادن، یارو از زندان اوین با رادیو صدا ایران صحبت میکرد، آقا من تو سلولم، نظر من در رابطه با مسائل سیاسی اینه قربان، آقای فلان، آقای بیسار، روی ختم میبادن صحبت میکردن. یادتان هست اون روزها رو که با زندانیان سیاسی درون سلول اوین صحبت میکردن هموطنانم، و شماها باور میکردید که اینها گنجی ها و غیره ها چه کسانی هستن و چه ایده هایی دارن، و بعد بیان خارج از کشور یه دفعه 500 هزار دلار به آقای گنجی بدن، یه دفعه به فرض 200 هزار دلار به اون بدن، آقای تریتا پارسین همه بتونه خرج بکنه، خانم فلانی بتونه بره لیستی که منتشر شده در مجالس که اوباما نشسته بتونه 50 هزار دلار و 30 هزار دلار و 100 هزار دلار کمک بلا عوض به دولت اوباما و کمپین ایشون انجام بده که ما رو به عنوان کسانی که شما رو قبول داریم بپذیرید، ما به شما رأی میدیم. آقای اوباما، پول های چه کسانی است؟ از طریق چه کسانی میاد؟ این پول ها از کجا اومده؟ از طریق همین راهی که دارم خدمتتون عرض میکنم. آیا جامعه ایرانی میدونه؟
آیا جامعه ایرانی متوجه هست چه بلایی تا به امروز به سرش اومده؟ آیا متوجه هست که کماکان ایران رو به این دو قسمت که دو بود جنگ سرد رو از بخصوص سالی که خمینی در ایران مرد و به درک واصل شد جامعه ایرانی پرداخته به خاطر این مسائل که ایران به دو قسمت و دو نیروی بزرگ جهانی کشورهایی که کمونیستی هستند و رادیکال هستند در یک سو با اسلامیستا و کشورهایی که با زد و بندهای لابیستا با خانواده رفسنجانی دارن مبادله میکنه از سوی دیگه ثروت و دارایی ما رو به غارت بردن و چپاول کردن و تکه پاره کردن و جامعه ما نشسته نگاه بکنه آی آقا با احمدی نژاد مثل اینکه درگیری پیدا کردن آره آیا خامنه ای مثلا این آیا این بالاخره درست باور داشته باشید اینکه اینا کلاهبرداری و سیاه بازی بیش نیست ما میگیم حکومت اسلامی رو نمیخوایم اینا میگن نه آقا به فرض خیارشور با احمدی نژاد خوبه میگم آقا ما حکومت اسلامی رو نمیخوایم میگن آقا موسوی کروبی این دو گلپسر رو قبول بکنید میگم آقا حکومت اسلامی رو در بند نمیخوایم نه موسوی نه کروبی نه رهبری نه هیچ کدام چه کسانی که از روز اول پایگذاری بودن چه کسانی که همکنون دارن در لوای آزادی و دموکراسی شعار میدن نمیخوام چرا که من با اسناد دارم بهتون نشون میدم که چه گذشت در مملکت ما و کماکان صدای آمریکا که تبلیغ خانواده رفسنجانی و دوم خرداد و اصلاح طلبا رو میکنه بی بی سی همینطور رادیو فردا همینطور از گوشه دیگه راشن تی وی که تلویزیون مستقیم لنینیسم و فاشیسم و خمینیزم و همه اینا هست طرفداری از حکومت میکنه و ما ایرانیان باورمند به تمدن ایران شهری موندیم در واقعا بهتون بگم غم ناباوری باورم نمیشه که با رویکرد و اسناد با پخش اسناد با تحلیل و تفسیر اسناد واقعی کشور شما جامعه هنوز بیدار نمیشید متوجه نیستید که من چی میگم گوشتون به حرفای برنامه ساز نمیدونم دو قلی این وره و یه قلی اون ور من به دور از ایدئولوژی صحبت میکنم صحبت ها و اسنادی رو که روی کردم به هیچ عنوان بر مبنای نیست آقا شما جمهوری خواهی یا شما طرفدار سلطنت یا طرفدار پادشاهی هستی به هیچ عنوان در اوائل صحبتم خدمتون عرض کردم اگر ایرانی هستی اگر برای ایران کار میکنی باید شجاعت به خرج بدی باید جنگجو باشی حالا فرق نمیکنه زنی یا مردی بیزینس داری یا نداری کارگری مهندسی دکتری پروفسوری کی هستی نمیدونم ولی ایرانی هستی کدام یک از این اسناد رو میتونی زیر پای بگذاری کدام یک از این واقعیت ها رو که دارم خدمت درز میکنم میتونی بهش بگی نه اتفاق نیفتاده کدام قرارداد نفتی که تا به امروز چه دولت آمریکا چه روسیه چه شوروی اون زمان و یا گاز انگلیس فرانسه آلمان که امروز جنایت آشکار داره علیه ایرانیان و بشریت میکنه به مردم ایران نشون دادن شماها چه کردید در رابطه با رفتن به دنبال اسناد و تحلیل و تحقیق در رابطه با اینکه در کشور و سرمایه مای ایرانی چه میگذرد چه کار کردید فقط به هم پرداختید دوستان میگن ما تلفنی داریم من واقعا وقت تلفن جواب دادن ندارم چون صحبت های دیگه هم هست بکنم اما شما بفرمایید جانم بفرمایید آشه الو جانم عزیزم آشه ارمی هم بفرمایید قربان روزتون بخیر قربان شب و روز شما بخیر خواهش میکنم من یک دو سه دقیقه سریع و مفید و مختصر وقتتون رو میگیرم چون فکر میکنم مهمه من با درود بر شما و تحلیلایی که میگین میخوام بیام توی قسمت روز چیزی که الان داره توی خاورمیانه میگذره ببینید همین بخش توطئه که شما راجع به سال 57 و این عوامل جمهوری اسلامی تمام این به اصطلاح پکیجی که بوده از اون خمینی گرفته تا این آخریاشون حالا الان اگه ما میایم ببینیم تو تغییر تحولاتی که مثلا تو کشور ما یه مثلا چیزایی داره انجام میشه که خب ما 30 سال داریم اینا رو تعقیب میکنیم بلکه تو کشورهای دیگه میبینیم داره یه یعنی حکومت‌های عوض شده یا داره عوض میشه بخشی از همین مثلا مافیای بین‌المللی سیاست که میخواد به قول معروف هر چقدر تغییرات رو به نفع اون شرایط خودشون تغییر بدن من یه مثال براتون میذارم به طور مثال آقای حسین مبارک
بسیاری امتیازات داشت، بعضی نکات منفی داشت که ما هم میدونیم ایشون به اصطلاح چه نکات مثبتی داشت چه نکات منفی داشت، ولی مردم نکات مثبتش به نکات منفیش به اصطلاح چیز داشت، عجیبیت داشت. اول از همه اینه که 30 سال ایشون رو شادمان وزاده برای صلح وایستده که اینا آقایان امریکایی و اروپایی ها نه تنها همیشه باید اینا سپاسگزار باشن و همین الان هم از ایشون ممنون باشن، بلکه تو این شرایط هم حتی باید پشتیبانی بکنن. ولی در جایی که میبینیم به طور مثال همین آقای اوباما در جایی که اون روزای اعتراضات خیابانی ها توی مرس شاید بیدیم، ایشون با تمام قوا تو کاخ سفید وایساده بود و توصیهش به پرزیدنت حسن مبارکی بود که ایشون باید برود. ایشون رفت و در جایی که میتونست مسائل بسیار نه، یعنی شرایط خونریزی یا شرایط دیگرگونی بسیار میتونست خونالودتر باشه، عنوان واقعا یه جنتلمن باید واقعا اون به نظر من تقریبا واقعا کاری که از دستش بودن انجام داد و قدرت رو واگذار کرد و تقریبا اومد جلوی توطئه‌های بعدی رو گرفت. به طور مثال از اینکه ارتش مصر بخواد بیاد توی جریانات بخواد شرایط بدتری رو پیدا کنه یا خلخالی ها بیان در اون 24 ساعت چیز میشن دست بالا رو تو ارتش مصر پیدا کنن. حالا این کارشون نه تنها قابل ستایش بود، بلکه ایشون گفت آقا من حتی میخوام به عنوان شهروند مصر بمونم. حالا شرایط عوض شد در جایی که این آدم اومد این از خود گذشتگی را کرد و آقای اوباما اومده بود و میخواست که انجام بشه، به مجردی که شرایط عوض شد بهشون حتی مصر ترک نکرد، از اون ور اومدن عواملی که خودشون دارن تو این مثلا دستهای اپوزیسیون اینا رو به شکلی فعال کردن که آقای حسنی مبارکی که میتونست وایس یا میتونست حتی اینا رو سرکوب بکنه، به جای اینکه مردم مثل نکته متوجه نکته بکنن که میتونه مسائل صلح حل بشه، الان دارن کسانی آقای حسین مبارک تا زندان بردن، تا بیمارستان بردن، پسرش رو انداختن زندان و دارن شرایطی فراهم میارن که کم کم شرایط رو معیار میکنن برای دادگاه های ایشون رو نمیدونن پسرهاش رو وزیر کشور که امروز شروع شده و خدایی نکرده به طور مثال به جایی برسونن که مثلا حتی به عنوان جنایتکار جنگی یا هر چیزی تو زیاد هستم و بالاخره بخوام به سرنوشت عزیزم بسیار سپاسگزارم. به سرنوشت صدام حسین دوچار بکنم. بسیار سپاس جان. خودتون بذارید جای قذافی. خودتون بذارید جای قذافی. در جایی که نمونه به اصطلاح پرزیدنت مبارک میتونه چه نمونه باشه که دیکتاتورهای مثلا مثل قذافی یا بشار اسد یا بقیه احساس کنن که آقا اگه به صورت صلح‌آمیز قدرت رو ترک کنن و احترام بذارن به دموکراسی، اونا میتونن در مثلا بدون اینکه از مجازات بدون اینکه بخوان نگران مجازات باشن هر لحظه دارن در جایی که به طور مثال قذافی با گرم کردن تنور در زندان انداختن آقای مبارک و وزیر کشورش و پسرهاش دارن به عزیز دل خب. عزیزم اجازه بدید من فردا به شما وقت بیشتر میدم، سپاسگزاری میکنم ازتون که روی خط اومدید، اما در رابطه مسئله که من دارم صحبت میکنم در این بود میخواستم فقط کوتاه مختصر، چون وقت دیگه ندارم، 5 دقیقه بیشتر وقت ندارم و باید یه دو سه مطلب دیگه هم بهتون هموطنانم بگم و بعد از اون به شما بدرود بگم تا فردا. عذر میخوام از اینکه نتونستم فرصت بیشتری به شما بدم، ولی امیدوارم که مطالبتون خیلی کوتاه مختصر سرخطی بگید، چون من خودم اگه بخوام در رابطه با موش کافانه در رابطه با مسائل خاورمیانه و ایران صحبت بکنم باور کنید ساعت ها شاید بیش از 100 ساعت میتونم بشم صحبت بکنم، ولی باید کوتاه مختصر صحبت کرد تا برسونی مطلبت رو. عزیزانم، اصولا از زمان پیدایش روابط بین الملل، از زمانی که کشورها متوجه شدند که میتونن رابطه بین المللی داشته باشن، یکی از اصولی که رعایت شد و میکردن میخواستن سیاست خارجی خودشون رو بسنجن، نگاه میکردن به سیاست داخلی که درون کشور چه میگذره، پایگذاری سیاست خارجیشون رو نسبت به سیاست داخلی اون کشور گذاشتن. منظورم چیه؟ منظورم اینه که کشورهایی که دیکتاتوری بودند و مردم خودشون رو سرکوب میکردند، به دلیل اینکه مردم قبولشون ندارند، باج بیشتری ازشون میگرفتن کشورهای خارجی به خاطر اینکه حمایتشون بکنن. فرض بگیرید همین حکومت اسلامی، چون مردم قبولشون ندارن، ملت قبولش نداره، کشورهای دیگه قبولشون ندارن، ولی به خاطر منافعشون
سیاستی رو که برای حکومت اسلامی برگزیدند در واقع سیاستی است که بتونن از جیب مردم ایران بخورن و منافع کوچکی هم به حکومت اسلامی بدن که آقا ما تو رو ندیده میگیریم، نادیدت میگیریم نسبت به این کاری که داری انجام میدی. بنابراین باز تکرار میکنم، از نخستین روزهایی که سیاستهای خارجی و بین المللی به وجود اومد، سیاست مداران خارجی، سیاست مداران جهانی نگاه کردند به سیاست داخلی کشور، کشوری که میخوان باهاش به قول معروف دیل بکنن، و پایه اساس سیاست خودشون رو با اون کشور بر مبنای سیاست داخلیش گذاشتن که اگر اون سیاست کشوری باشه، مردمی باشه، خب میبایست معادلات پایا پای باش بست، به دلیل اینکه خب ما احتیاج داریم به مبادله به فرض جنسی، حالا نفت، گاز، وسایل الکترونیکی، هر چیزی میتونه باشه، داد و ستد، معامله پایا پای و پنجا پنجا انجام میگیره. اما اگر سیاست داخلی یک کشور نسبت به مردمش دیکتاتورانه باشه، بنابراین اینجا به قول معروف یه 30% در ضعف قرار میگیره، آقا تو مردمت قبولت ندارن، پس باید باج بدی تا من بتونم باهات دیل بکنم. و باج دادنم یعنی به فرض اگر قیمت رو 100 بگذاریم برابر معامله و مبادله با یک کشوری، اگر 50-50 باشه با یک کشوری که سیاست‌های داخلیش بر پایه اصول دموکراسی و آزادیه، وقتی که کشوری می‌بینه سیاست حکومت اسلامی ضعیف‌تره، میگه آقا من به جای 50 از تو 90 می‌گیرم، 10 تا بهت میدم. چرا 10 تا میدم؟ اگر از منم نگیری مجبوری بری 95 بخری، چون سیاست تو رو قبول ندارن، تو مردم تو میکشی، تو در ضعفی، اگه بانک های ما نباشه، اگر فلان ما نباشه، اگر روابط ما نباشه، تو به قول معروف زمین میخوری در بعد اقتصادیشم. فقط اون بعد اقتصادی حدودا نامیزون میتونه شما رو نگه داره. من فقط به خاطر اینکه ببینید وضعیت ما در ایران چقدر خرابه و چه اوضاعی هست. بچه ها اگر میشه اون کلیپ آخر رو که من آماده کردم بهتون دادم، عروس سعید شمیرانی فنز هستش، اگر آماده بکنید 2-3 دقیقه من فقط توضیح بدم چیه. مردم گرسنه رو پشت درها نگه میدارن برای دادن جنس، مثلا گوشت یا مرغ، پشت درها نگرشون میدن، وقتی در رو باز میکنن کی دیدید مردم ما اینقدر گرسنه باشن که امروز به خصوص هستند؟ کشوری که دارنده نفت و گازه، بیش از 10% از انرژی جهان رو در دست گرفته و تولید میکنه، مردم گرسنه از یک طرف، وضعیت اقتصادی بد، وضعیت سیاسی افتضاح، کشتار، و بعد جهانیان نشستن میگن آقا ما کماکان میتونیم با شما دیل بکنیم. وای بر ما اگر سکوت بکنیم و با این وضعیت که مردم ایران دارن به نجاتشون برپا نخیزیم. به این تصویر یک نگاهی بکنید. بریم دارن سوژه جمع میکنم. ای هود هودی ببین چه خبر اینجا. کشوری که دارای ثروت، دومین کشور دارنده گاز، دومین کشور دارنده نفت و سرمایه های باستانی و تاریخی،
صنعت فرش و صنایع دیگه. این چنین است وضعیت. و بعد بشینن در صدای آمریکا و آقا نظر شما در رابطه با اصلاح طلبات چیه؟ بله آقا ما هنوز فرصت داریم به این اسلامیستا بازم. خب معلومه من دارم نقش و حضورش رو به صورت مشخص به شما نشون میدم که چگونه آغاز شد و رفسنجانی چگونه راه رو باز کرد برای آمریکایی شدن. اول خودش رو به سمت شوروی انداخت، یه چشمکی به آمریکا زد و آمریکایی‌ها خریدن این خانواده رو و تا به امروز این اسلام دوم خردادی از طرف آمریکا و غرب داره حمایت میشه. مردم هم دارن گرسنگی میکشن، از اون ور روس و چین داره میبره، از این ور آمریکا و غرب دارن میبرن به طور کلی و اروپا. از این مملکت چی میمونه؟ کی به فکر دموکراسیه؟ کی به فکر آزادیه؟ کی به فکر حقوق بشره؟ کی به فکر حتی اینا هم به کنار، کی به فکر وضعیت بد اقتصادی این مردمه؟ که آقا زندگی رو که ازشون گرفتید، نفس کشیدن رو که گرفتید، آزادی های فردی رو که گرفتید، آزادی های اجتماعی رو که گرفتید، آزادی سیاسی که اصلا نبود از روز اول، دیگه از لحاظ اقتصادی دیگه چیکار دارید میکنید؟ چقدر شما بیرحمید. یک فیلمی دیدم در این رسانه الجزیره نشون میداد، یه زنه در مصر میگفت، در لیبی بود، میگفت آقا تو رو به خدا بیاین هرچی نفت داریم ببرین دیگه، ما رو نکشید، واقعا ما رو نکشید، مردم رو نکشید، نفت مال شما، نفت رو ببرید. یک ملت چه مقدار باید داغون بشه که حاضر باشه که همه چیزشو ببرن فقط اجازه بدن نفس بکشه؟ اگر میخواهید وضعتون بدتر از اینها بشه، بنشینید و نظاره‌گر باشید و دایه چه کنم چه کنم به دست بگیرید. من راه ها رو بهتون گفتم، چه باید کرد رو هم بهتون گفتم، هرچند میدونم که بسیاری از مزدوران و خیانتگران تاریخی به کشور ایران چشم دیدن من رو هم ندارن، اما مسئله بر این نیست که من بمانم یا بروم، مسئله اینه که صحبتهایی انجام دادم که در طول تاریخ خواهد ماند و فردا یک روزی بچه های ایران با این گویش و منش آشنا خواهند شد، آگاه خواهند شد و امید دارم بعد از آگاهی بتونن حرکتی انجام بدن و کشور رو به دست خودشون بگیرن و سیاست داخلی رو جوری پایگذاری بکنن که هیچ کشوری نتونه 90-10 به ایران نگاه بکنه. وقتی حکومتی بر پایه حقوق بشر و انسانیت و دموکراسی و آزادی، برابری بین زن و مرد حاکم باشه، کشورها مجبورن 50-50 با شما پیش بیان، چرا که به ایران و ایرانی احتیاج دارن، به نفت و گاز احتیاج دارن، از لحاظ جغرافیایی در اون قسمت از جهان که زیباترین قسمت از جهان هست احتیاج بهش دارن و جهان بدون ایران نمیتونه زندگی بکنه، همچنین ایران بدون جهان. اما حکومت اسلامی باج داده تا بمونه و اینها هم گرفتن، گفتن گور پدر مردم ایران. حتی اگر اینها برن، باز دوم خردادی ها از طرف کاخ سفید حمایت خواهند شد. اسلام در خطره. اوباما هم گفته اسلام در خطره. سپاسگزاری میکنم از همه شما عزیزان که توجه فرمودید. عذر میخوام از اینکه نتونستم به خطای شما جواب بدم. وقتی آنچنان ندارم و وقتم هم تموم شده، یک دقیقه هم عبور کردم. ازتون درخواست میکنم روی وبسایت ما از طریق پیپال به ما یاری برسونید که من این صدا و تصویر رو جهانیش بکنم و به ایران و سرتاسر جهان بفرستم. با کریدیت کارتتون در هر کجای جهان که هستید میتونید به ما یاری برسونید. همچنین به صورت چک یا مانی اوردر در بچه UPO که مخفف United Persian Organization هست، به صورت چک یا مانی اوردر میتونید به ما یاری برسونید. از همه شما بسیار بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید و من تا اونجا که بتونم در خدمت شما هستم تا آخرین نفس. بستگی داره که شما بخواهید که نفس ها رو بشمرید یا اینکه براتون ارزشی نداره. شایدم، نمیدونم، شایدم یه روزی بیاد که هیچ کسی به قول معروف دلش واسه دوری نگیره. به شما بدرود میگم تا فردایی بهتر. شادزیم.